محقق در شرایط فعلی طرفدار جنگ نیستیم. وزارت دفاع طالبان حملات راکتی پاکستان به پاسخ نمیماند. طالبان عبداللطیف نظری را به عنوان معین مسلکی وزارت اقتصاد تعیین کردند. و اعلامی جدید جبهه مقاومت به تمام مردم افغانستان. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. محقق در شرایط فعلی طرفدار جنگ نیستیم. محمد محقق عضو شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان گفته است که این شورا در شرایط فعلی طرفدار جنگ و خشونت نیست. در صورت زمینه مذاکرات بین افغانی برای گفتگوی سازنده فراهم شود. او این گفته ها را شنبه 4 جدی در دیدار با حسن کاظمی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان مطرح کرده است. محقق گفته است من به نمایندگی شورای عالی مقاومت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان می دهم که ما در شرایط فعلی طرفدار جنگ و خشونت نیستیم و در صورت که یک مذاکره بین افغانی زمینه اش فراهم شود ما حاضر به گفتگوی سازنده برای حل و فصل قضایای کشورمان هستیم. نماینده ویژه ایران در دیدار با محقق گفته است که تهران طرفدار ثبات و امنیت پایدار در افغانستان است و خواهان حل مسلط‌آمیز مسئله افغانستان از طریق مذاکرات بین همه طرف‌های سیاسی و قومی افغانستان هستند. حسن کاظمی افزوده است که ایران با همه جناح‌های سیاسی افغانستان مناسبات دوستانه دارد و علاقمند است که میان همه جناب افغانستان میانجی گری کند تا صلح و ثبات و یک حکومت همه شمول با مشارکت همه جهتها شکل بگیرد. نماینده ویژه ایران بیان کرده است که امنیت و ثبات در افغانستان به نفع همه جهان و منطقه می باشد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از دولت ایران بابت ایفای نقش مثبت در قضایای افغانستان و پذیرایی طولانی مدت میلیون ها مهاجر افغان قدردانی کرده است. وزارت دفاع طالبان حملات راکتی پاکستان به پاسخ نمیماند. در پی نشر گزارش‌ها درباره حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر، وزارت دفاع طالبان گفته است که این حملات به پاسخ نخواهد ماند. گزارش شده که از دیروز به این طرف ده‌ها راکت از سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی‌های سرکان، شلتن و برخی دیگر مناطق کنر شلیک شده است. در مورد خسارات این حمله چیزی گفتن نشده است. در همین حال عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان با تایید ضمیمه این حمله گفته است حتی اگر یک موشک از آن طرف آماده باشد از این طرف پاسخ داده شده است. یعنی ما نمی توانیم بی تفاوت بمانیم، ما پاسخ دهنده هستیم و پاسخ می دهیم. اخیرا طالبان و پاکستان درباره سیمهای مرزی در دیورن دچار تنش شدند. در پی این تنش قاری فیض الدین فطرت رئیس ارتش طالبان برای بازدید از خط فرضی دیورن به ولایت ننگرهار سفر کرد. تلویزیون ملی شنبه 4 جدی گزارش داد که او در این سفر از آمارگی نیروهای نظامی طالبان در این خط دیدن کرده و آنها را متوجه مسئولیت‌هایشان کرد. این در حال است که یک مقام بلندپایی پاکستانی هم افشا کرده که در پی تنش اخیر میان طالبان و پاکستان در نوار مرزی میان دو کشور ملا یعقوب فرزند ملا عمر و سرپرست وزارت دفاع طالبان شخصا از منطقه مرزی دیدن کرده و به مرزبانان طالبان دستور داده تا از تنش مرزی با پاکستان پرهیز کنند. طالبان پخش موسیقی و سوار کردن از زنان به حجاب در موتر را ممنوع کرد. طالبان پخش موسیقی در داخل موترها و همچنین سوار کردن زنان به حجاب را ممنوع اعلام کرد. به گزارش سپوتنیک خبرگزاری کابل در صفحه تویتر خود خبر داده که وزارت عمل بالمعروف و نهی از منکر در کابل بر رانندگان توصیه کتبی کرده که از پخش موسیقی خودداری کنند و زنان به حجاب را سوار نکنند. طالبان در اعلامیه‌ای که در رسانه‌های محلی منتشر شده است اعلام کرد که مسئولان وزارت ارشد اسلامی در دیدار با نمایندگان آرایشگاه‌های مردانه شهر لشکرگاه مرکز استان هلمند کشور افغانستان توصیه کردند که از حالت دادن به موها و تراشیدن ریش‌ها خودداری کنند. بیشتر روزنامه اطلاعات افغانستان گزارش داده بود که طالبان وزارت امور زنان در افغانستان را لغو کرده
و وزارت عمل بالمعروف و نهی از منکر را جایگزین آن کرده است. سهیل شاهین سخنگوی طالبان پیش از این اعلام کرده بود که زنان در افغانستان قادر به تحصیل و کار خواهند بود و گفته های امریکا مبنی بر این که زنان به حجاب باید اجازه تحصیل داشته باشند تلاش برای تغییر فرهنگ این کشور است. بیرون کردن شمار از کارمندان بانک جهانی از سوی گروه طالبان. گروه طالبان شمار از کارمندان بانک جهانی را به دلیل نداشتن پول برای تنخواهشان بیرون کرده است. به گزارش سپوتنیک، یک منبع به استناد به نامه وزارت بازسازی و انکشاف دهات افغانستان گفته است که وزارت بازسازی و انکشاف دهات افغانستان شمار از کارمندان بانک جهانی را که در این اداره کار می‌کردند به دلیل نبود پول برای تنخواهشان بیرون کرده است. این مقام بانک جهانی که در وزارت بازسازی و انکشاف دهات افغانستان کار میکند گفت بله، من این نامه را دیدم. تعداد کارمندان قراردادی بانک جهانی که شمارشان به 15,000 نفر میرسید، سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست. طالبان پاسخ دادند که آنها در سال مالی جدید قادر به پرداخت حقوق نخواهند بود. منتظر پاسخ جهانیان هستیم. در عین حال گزارش نشده است که چه تعداد مشخص از کارمندان اخراج شدند. همچنین دفتر سیاسی طالبان خاطر نشان کرده است که کمیسیون مشترک ایجاد خواهد شد که به ویژه شامل بانک مرکزی افغانستان و نیز بانک جهانی می شود که به موضوع پرداختی ها به کارمندان اخراجی رسیدگی خواهد کرد. بسیاری از افغانستانی ها از جمله کارمندان ملکی، کارگران سازمان ملل و بانک جهانی، آموزش و پرورش و کارمندان بهداشتی ماهاست که حقوق دریافت نکردند. صدها دکتر و کارمند شرکت برق افغانستان در اعتراض به تأخیر معاشات در کابل تظاهرات کردند. طالبان عبداللطیف نظری را به عنوان معین مسلکی وزارت اقتصاد تعیین کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که دکتر عبداللطیف نظری به دستور رهبر عالی طالبان به عنوان معین مسلکی وزارت اقتصاد تعیین شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شنبه 4 جدید در توییت نگاشته است که بر اساس حکم رهبری عالی طالبان، دکتر عبداللطیف نظری به عنوان معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان تعیین شده است. او در توییت خود به زبان پشتو نگاشته است که دکتر عبداللطیف نظری از قوم هزاره است که مهارت در اقتصاد دارد. دکتر عبداللطیف نظری دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران دارد و در گذشته خود را کاندید نمایندگی مجلس افغانستان نیز کرده بود. جبهه مقاومت در 9 روز گذشته در عملیات‌های چریکی در 23 ولایت 170 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی میگوید که در یک هفته گذشته در نتیجه عملیات‌های چریکی مقاومت در 23 ولایت کشور 73 طالب مسلح کشته شده و 97 تن دیگرشان زخم برداشتند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی میگوید که هفته گذشته در دو رویداد جداگانه از اثر کمین نیروهای مقاومت در زیر تپه سالار شهدا و در سایه فراج پنجشیر 9 طالب مسلح کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. او در توییت نگاشته که هفته گذشته در یک کمین موفقانه دیگر در منطقه شبابک بادخیز 6 طالب مسلح کشته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. او در ادامه می افزاید که در رویدادهای گوناگون در اندراپا نیز 11 تن جنگجویان خوارج کشته و 13 فرد دیگرشان زخمی شدند. آقای احمدی تصریح می کند که در خوز نیز 7 تن از طالب مسلح کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند و در نتیجه یک کمین دیگر در قندوز هم 3 تفنگدار طالب جان باختند. در همین حال به گفته او از اثر یک کمین در دره فیض آباد بدخشان 3 تن از تفنگداران طالبان کشته شدند.